بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همه شما در جریان غرق کشتی نفتکش سانچی بوده و هستید. همیانان گرامی، سانحه ای که به کشته شدن 30 نفر از جوانان همیهن ما، کسانی که تحصیل کرده در رشته دریانوردی بودن و 2 نفر بنگلادشی، یعنی مجموعاً 32 نفر در یک کشتی که میگن حامل گازهای شیمیایی بوده و شایعه نشون میده که قصد اصلی کشتی نه کره جنوبی بلکه کره شمالی بوده و در دریای چین و در نزدیکی سواحل چین با یک کشتی باری چینی تصادف میکنه و چینی ها بلافاصله کشتی چینی رو با سرنشینانش همه رو نجات میدن از ترس این که این شایعاتی است که در منطقه است. این نفتکش و محصولاتی که درش بوده، محمولاتی که درش بوده، ببخشید، به دریا نریزه، اجازه دادن که این کشتی تا آخرین لحظه بسوزه و گویا صحبت بر سر اینی که بعد از این آتش سوزی، حیرت آور اینی که این کشتی به سواحل ژاپن رسیده بوده. ولی بحث بر سر این نیست، بحث بر سر اینه که همیهنان گرامی، وقتی که در یک کشور عده نالایق و جنایتکار و دزد حاکم هستن، نه تنها از نظر بین‌المللی حیثیت و آبروی ندارن، بلکه خودشونم امکان کمک رسانی به همیهنان ما رو ندارن. این اسامی و عکس های کسانی است که در این کشتی همشون سوختن و کشته شدن. یک گروه کماندو جمهوری اسلامی فرستاد برای نجات اینا. کماندو حتی از دور با دوربین حتما جریان رو نگاه کردن، برای اینکه کشتی به قدری آتش سوزیش وحشتناک بود که اصلا امکان نزدیک شدن بهش نبود. صحبت بر سر این که این کشتی از نظر رادار و نمیدونم تشکیلات اینا درست بوده. چرا این اتفاق افتاده؟ آیا با موشک اون رو زدن؟ آیا دستهایی غیر از تصادف با یک کشتی چینی در جریان بوده؟ اینا نکات مبهمی است که تا به حال کسی بهش جواب نداده. ولی سوال اینه، اگر کسانی که در این کشتی بودن روسی بودن، آمریکایی بودن، وابسته به یکی از این کشورهای اروپایی بودن، حتی وابسته به عربستان سعودی و کشورهای عربی بودن، آیا همینطوری اینا رو ول میکردن تو دریا تا کشتی منفجر بشه و تمام کسانی که در کشتی بودن کشته بشن؟ یا ارزش جان هموطنان ما به دلیل سیاست‌های ابلهانه رژیم ملاها به این درجه رسیده که کسی فکر نجات اونها نیست؟ سانچی سوخت، شعله‌های آتش میگن حتی تا 100 متر 90 متر بالا میرفته، همونطور که امیر شورتی براتون نشون داد.
و من خواهش میکنم دوباره اگه ممکنه این تصاویر رو پخش بکنه. خانواده این سرنشینان این کشتی که همشون جوان بودن و همشون تحصیل کرده، دورهای کامپیوتری دیده بودن، دریانوردی دیده بودن، کشتیرانی دیده بودن، بارها و بارها به اینا گفتن اینا الان در موتورخانه هستن و درخواست میکردن که سریعتر و اقدام بکنید. حتی من شنیدم که یکی از اینا تازه ازدواج کرده بوده و با همسرش تو کشتی بودن، به عنوان ماه عسل میرفتن، هم اون دوتا هم کشته شدن. اینا اعضای خانواده هم، گوش کنین حرفاشون. صدا نداره متاسفانه، ولی همه اینا صحبت میکنن و صحبتشون اینه که ما بار وقتی که این کشتی آتش گرفت، ما بلافاصله با مقامات سازمان کشتیرانی، وزارت کار، وزارت نظامی، سازمان‌های مختلف جمهوری اسلامی که هیچ کدوم هم ارزه هیچ کاری رو ندارن، این خانم ها میگن ما بارها و بارها در این کشتی بودیم با همسرانمون و میدونیم در مواقع خطر احتمال اینی که اینا کجا برن وجود داره. حتی جاش هم گفتن. گوش کنید. دوباره به طور اضطراری وارد کشتی شد و توانست دو پیکر و جعبه سیاه کشتی را از لابلای دود و آتش و حرارت پیدا کند. هویت این دو فرد هنوز معلوم نیست. کشتی سانچی 25 آذر ماه با حدود 136 هزار تن میعانات گازی بندر عسلویه کشورمان را با 32 خدمه و سرنشین ترک میکنه. سانچی شنبه 16 دیما ساعت 20:20 دقیقه به وقت محلی چین و حدود ساعت 16 به وقت ایران در اثر برخورد با کشتی دیگری دچار سانحه میشه و در نهایت باعث انفجار نفتکش و ناپدید. البته این گزارش خود تلویزیون جمهوری دولتی جمهوری اسلامیه. حالا امیر کوشش میکنه که گزارش دیگه ای هم از منابع دیگر اگه پیدا کرد حتما به آگاهی شما برسونیم. اما همین هنانی گرامی، مسئله دیگه ایره که من میخوام در برنامه امروز بهش حتما اشاره بکنم، نقش دو کشور روسیه و چین و روش های مذبوحانه این دو کشور در قبال مردم ایرانه. به جز تبلیغات راه توده و نمیدونم این وابستگان به اتحاد شوروی سابق و روسیه مقدس فعلی، در بیشتر مواقع اطلاعاتی که شما میبینید که جمهوری اسلامی به عنوان اینکه ما به دلیل قدرت زیادمون در امور امنیتی اینا میان فاش میکنن، اطلاعاتی است که سازمان امنیت روسیه در اختیار اینا میذاره. کما اینکه در مورد کودتای ترکیه این سازمان امنیت روسیه بود که اردوغان رو در جریان گذاشت و برخلاف این که میگفتن ترکیه شبی که این کودتا اتفاق افتاد اردوغان در ایران بود، این امکان هست که اردوغان در ایران بود ولی واسطه این گزارش ها از روسیه به اردوغان و طرفدارانش جمهوری اسلامی بود. در مورد جمهوری اسلامی هم شما اگر گزارش های راشا توده رو بخونید میبینید تمام اطلاعات که این مردک منتظری دادستان کل همون چند روز قبل آمد، سه روز بعد از تظاهرات شروع کرد اسم بردن که فلانی از طرف CIA نمیدن در اتاق رئیس جمهور در اتاق ایران نشست و اینا، تمام نوشته های راشا توده
که بعضیش در پیکنک منتشر شده و بعضی‌ها در راه توده. بنابراین اینها در قبال این کمک‌هایی که روسیه چه در وهله اول در مسائل امنیتی و اطلاعاتی روسیه اینا رو دائم در جریان قرار میده و حتی گفته شده چندین بار سوءقصدهایی که قرار بوده به قاسم سلیمانی بشه از طریق دستگاه‌های جاسوسی روسیه به اطلاع اینا رسیده و جمهوری اسلامی در قبال این خوشخدمتی‌های روسیه منهای این که حالا چه قراردادهای هنگفتی با روسیه و چین اینا به عنوان چرب کردن سیبیل این دوتا کشور میپردازن، هیچی در مورد دریای خزر آخرین مذاکرات که انجام شده همین الان گرامی نشون میده که روسیه این قراردادها رو طوری تنظیم کرده که خواست اصلیش بوده و بسیاری از نظرات ایران در این وسط از بین رفته و ایران تمکین کرده و سهم اکثر این کشورهای حوزه دریای خزر بسیار بیشتر از ایرانه و صحبت بر سر اینه که بیشترین کلاه سر ایران گذاشتن و اینام خفه شدن. فقط دلیلش کمکهاییست که روسیه در سوریه به اینا کرده، در مسائل امنیتی به اینا میکنه و در خیلی جاها توانسته با اینا ارتباطاتی برقرار کنه که به حفظ اینا کمک میکنه و به همین دلیل اینا در این جور جاها از منافع مردم ایران میگذرن برای اینکه باج بدن به روسا و روسا اینا رو محافظت بکنن. اینی که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی توانسته در سازمان‌های امنیت بسیاری از کشورها رسوخ بکنه، مثل همه حرف‌های آخوندا نه تنها چرنده بلکه از پایه بی اساسه. اما عمیانان گرامی در مورد وقایع آقای شهرتی صدا میاد اینجا، عمیانان گرامی این استودیوهای ما از امکانات کافی برای اینکه صداگیر داشته باشه برخوردار نیست و متاسفانه عده زیادی به من ایمیل میزنن که موقعی که شما صحبت میکنید مرتبا صداهای دیگه از گوش و کنار میاد تو استودیو و منم که از رو نوشته این حرفامو نمیخونم. همینان گرامی این صداها روی کار منم تاثیر میذاره، یعنی رشته کلام از دستم در میره ولی نمیدونم باید چی کار کرد و متاسفانه هر زمان که برنامه منم هست من نمیدونم که این سخنرانی ها چرا زیادتر و زیادتر میشه، هر چه قدم میگم کسی گوش نمیکنه. اما سخنگوی قوه قضاییه که من بارها همین الان گرامی به این موضوع اشاره کردم، در قوه قضاییه مثل همه جای جمهوری اسلامی یه عده آدمکش، یه عده جنایتکاری هستن که برعکس نام قوه قضاییه و رسیدگی به دادخواهی‌های مردم یک مش شکنجهگر، یک مش جانی و یک مش قاتل توش جمع شدن، چه رئیس قوه قضاییه و چه معاونینش و چه کسانی که باهاش همکاری میکنن. البته آدم های شریف هم تو اون دستگاه هستن، منتها اونا کاری نیستن. معاون قوه قضاییه یه زمانی رئیسی بود، کسی که در سال 67 یکی از جنایتکاران درجه یک بود.
اما بعد از این که آقای رئیسی رتبهش رفت بالا و بعد کاندیدا شد برای ریاست جمهوری و رفت شد دستگاه عظیم آستان قدس رضوی رو در اختیار این مردک گذاشتن، پاداش دادن در قبال اون جنایتهایی که کرده علی خامنه ای، چون همه این جنایتکاران رو وقتی شما فیلمای اولیه انتصابش رو میبینید به رهبری، حالا متوجه میشید که چرا این به این اطرافیانش و این جنایتکاران اینقدر باج میده، برای اینکه میدونه در حد اون چیزایی که حداقل باید در جمهوری اسلامی هم رعایت بشه نبوده و این باج داره به این جنایتکاران میده و چشماش هم بسته و خانواده خودش هم مثل بختک روی مملکت افتادن برای اینکه تاراج بکنن و به خصوص در قوه قضاییه و مقننه کسانی رو کاشته که دستشون به خون مردم ایران آغشته است. در قوه قضاییه سخنگوش آقای اژه‌ایه، کسی که فتوای قتل‌های زنجیره‌ای صادر کرد، کسی که سابقه کار وزارت اطلاعات داره، کسی است که بارها به عنوان رئیس دادگاه ها عده زیادی رو محکوم به مرگ کرده، کسی است که به عنوان رئیس دادگاه قندان پرت کرده، گوش گاز گرفته و کسی است که وقتی که صحبت میکنه همه میدونن دروغ میگه. دادستان کلش هم یک مردک دوز دیگری هست به اسم منتظری که همین چندی قبل با دروغای شاخداری که گفت همه رو بیشتر متعجب کرد، نه که برای اولین بار تعجب کردن. بس سردار ذوالقعد برای اولین بار در تاریخ جهان شما میبینید که معاون قوه قضاییه یه نظامیه، یه سردار سپاهیه و بقیه در یک همچین دستگاهی سخنگوش اژه‌ای صحبتهایی میکنه که حیرت آوره. خودشون اعلام کردن، این همین آقای صادقی میگه تعداد کسانی که دستگیر شدن 3700 نفرن. این مردک میگه تعدادشون 500 خورده ای نفر، که ما برای اینکه پرونده این جوانها خراب نشه و براشون سابقه نشه میایم باشون صحبت میکنیم، اگر ببینیم واقعا تقصیر کار نیستن آزادشون میکنیم تا پرونده نشه برای آیندهشون بد باشه. میبینید شالاتانیه یه آخوند رو میبینید تا چه اندازه است. بچه های مردم میبرن اونجا میکشن، بعد میگه ما حتی این موضوع رو رعایت میکنیم که کسانی رو که دستگیر میکنیم قبل از اینکه به زندان بفرستیم در مراحل اولیه اگر بیگناه باشن آزادشون میکنیم که پرونده براشون نشه. بعد شما مرتب میبینید که در زندان ها میگن فلانی خودکشی کرد، فلانی خودکشی کرد. و بعد جالب اینجاست که میگه عده‌ای که کشته شدن از خود ماها بودن، نیروهای شریف انتظامی، این مردک میگه، این جوانی، و از مردم، و معلوم نیست که کی اینا رو زده و این مشکوکه. این میگه، اژه‌ای میگه، میگه مشکوکه این مسئله که یه عده اصرار داشتن تعداد کشته شده ها رو زیاد بکنن بندازن گردن دولت، درست مثل سال 88. خب وقتی یه رهبر دروغگو اون بالا نشسته، یه رهبری که سینما رکس آبادان رو با 440 نفر 450 نفر آتش میزنه، بعد قاتل ترین آدم ها جانی ترین آدم ها رو در مناسب مختلف میگماره، نتیجهش این مملکت دیگه که مردم گرسنه نمیریزن تو خیابونا
و طلب اینی میکنن که آقا این مملکت نابود داره میشه، ما داریم نابود میشیم. به جایی که پاسخ منطقی به اینا بدن، میریزن اینا رو کتک میزنن، میکشن، زندانی میکنن، بعدم براشون پرونده میسازن که اینا به علت این خودکشی کردن که معتاد بودن، به این دلیل خودکشی کردن. حالا ولی این یادشون میره که اون سردار همدانی که رفت در سوریه حالا به تیغ غیب گرفتار شد، او یه دفعه گفت ما در وقایع سال 88 از نیروهایی که در زندان بودن استفاده کردیم، یعنی اوباشی که در زندان ها بودن محکوم به مرگ حبس ابد اینا بودن، اینا رفتن تو زندان ها، گفتن میخواییم مجازاتتون تخفیف پیدا کنه، از خطر مرگ بگذره، زندان ابدتون تبدیل بشه مثلا به یکی دو سال بعدم آزاد شین، اصلا آزاد شین، این کارت، این قمه، این چاقو، برین تو خیابون اینا رو بزنین، بکشین، حتی کشته شدن هم عیب نداره. یعنی شما فکر کنید یک مش وحشی که بهش بگن آقا تو زندانی ابدت از بمیره، خود این حرفاییست که سردار همدانی گفت، گفت ما از وجود این آدم ها استفاده کردیم. به اضافه خیلی مدهان، اون چاقوکش هایی که ماه رمضون که میشه، نمیدونم ماه محرم که میشه، لباس سیاه تنشون میکنن، بعد میان راجع به ابروی کمانی حضرت عباس صحبت میکنن، از حضرت عباس یه آلندلان میسازن و شعرهای این ور لس آنجلسی ها رو ور میدارن، جا به جا میکنن از آهنگای مرحوم خانم عایده یا کسای دیگه، ور میدارن، سوء استفاده میکنن، بعضی جاها رو عوض میکنن، بعضی جاها اصلا عوض هم نمیکنن. اینا دین هم حتی به سخره گرفتن، یعنی یه عده قاتل رو در این جور مواقع میریزن به جون مردم و به اینا اختیار تام میدن مردم رو سرکوب کنن. این علاوه بر نیروهای آدمخور خودشونه، سپاهی و بسیجی و لباس شخصی و اینا رو میارن که شما هیکلای اینا رو نگاه میکنید تو زندان جمهوری اسلامی، این گردن کلفتا نشستن دارن عرق میخورن سخنرانی میکنن، هستش عکساش تو یوتیوب هم گذاشتن، توی فیسبوک هم هست، یک مش آدمایی که آدم از هیبتشون میترسه. بعد شما فکر کنید اینا بچه های سیاسی ما رو میبرن میزن تو زندان زیر دست اینا. ولی اینا یه چیزی رو فراموش میکنن، اینه که شما تا یه اندازه میتونید این کار رو ادامه بدید. حالا نوشته تمام کسانی که در خارج از ایران این تحریکات رو میکردن، ما به وسیله پلیس اینترپول اونا رو تعقیب میکنیم، دستگیرشون میکنیم، یعنی اونها رو میترسونه. مثل که اینترپول نمیدونه اینا یه مجانی هن و نمیدونه که اینا چه جنایتی های در داخل ایران کردن. اما رئیس معاون قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه، یعنی حضرت آیت الله العظما محسنی اژه‌ای، گفته 25 نفر در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 در خیابان‌ها کشته شدند و در مورد دلیل مرگ دو زندانی در زندان‌های اوین و عراق گفت که آنها خودکشی کردند. ولی من امیهنانی گرامی این موضوع رو بگم که اینا خودشون این مسئله خودکشی رو دارن بزرگ میکنن، چون این جنایت انجام شده، ولی اینا بعدشون نمیاد که این موضوع هی گفته بشه، چنون ترس و وحشتی در جوونا ایجاد کنن که بار آینده هیچ کس جرأت نکنه بیاد تو خیابونا و خانواده ها نذارن بچه هاشون برن بیرون. ولی اینا غافل هستن که بار دیگه مردم اینطوری نمیان تو خیابون، هی هر دفعه تعداد بیشتر و بیشتر میشه و یه زمانی میرسه که سیل مردم همه اینا رو
اصلا جارو میکنه. اینا یادشون رفته. فقط یک مسئله هست همیهنان گرامی، از طرف ما و مردم ایران، یعنی ما که منظورم خارج از ایران و در داخل ایران، برای مبارزه با رژیم آخوندی باید تمام مذاهب، تمام اقوام ایرانی، تمام آدمهایی که افکار مختلف دارن و لازم هم هست داشته باشن، چون اگه همه یه فکر داشته باشن اینا ربات میشن، اینا عروسک کوکی میشن، باید آدمهای مختلف عقیده باشه. ولی این آدمهای مختلف عقیده به عقیده من برای مبارزه با یه عده جنایتکاری که فعلا حاکمن، همه باید یه حرف بزنن و اون اتحاد در عمل و مبارزه با رژیم جمهوری اسلامیه. تو رو به خدا بیاییم برای اولین بار همه اختلافاتتون بذارین کنار، به یه چیزی فکر کنید و اون ایران. برای نجات میهنمون، من نمیگم دست از عقیدتون بردارید، اختلاف ایدئولوژیکی نداشته باشید، نه، من همه چی رو، فقط شرطش باید این باشه کسانی با هم متحد باشن که اعتقاد به مردم سالاری و آزادی داشته باشن. نبیان بگن این چماق ما میگیریم دستمون، اینا رو میزنیم، فردا خودمون با اون چماق میشینیم. نه. ولی بسیار 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 زیادن آزادی خواهانی که حاضرن در شرایط فعلی متحد بشن حتی با دشمنان فکرشون برای سرنگونی این رژیمی که مملکت ما رو داره به تاراج میده. گزارشی دارم که میگه اولا که تعدادی از این نمایندگان قلابی طویله مجلس به قوه مقننه گفتن آقا ما میخوایم به عنوان نمایندگان ملت، البته دور از جون ملت، بریم به زندان ها سر بزنیم. گفتن نمیشه، اجازه نداریم. حالا ما انتظار داریم از خانم عاصمه جهانگیر یا مثلا آقای شهید قبلا یا کاپیتور اینا برن تو ایران بازدید زندان ها. این نماینده‌های قلابی خودشون هم که میدونن خیلی ملاحظه کارن، اینا رو هم اجازه نمیدن. اما حتی اینا هم گفتن که آقا این سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید وحیدی، وحید حیدری و بسیاری از اینا که شما میگین خودکشی کردن، آخه به خانواده هاشون حتی اجازه ندادید اینا رو ببینن. به اونا هم که اجازه دادید در دفن عزیزانشون شرکت کنن، بهشون گفتین کاملا باید ساکت باشه. حالا یه موضوعی که میخواستم براتون بگم چرا اینا دست به این جنایت رو میزنن اینه همیهنان گرامی، که محمد علی نجفی شهردار فعلی تهران در گزارش صد روزه خود که شامل بررسی عملکرد شهرداری در دوره قبل نیز می شود به اعضای شورای شهر ارائه داده. شهردار تهران ابراز تأسف کرده که در بررسی پرونده های شهرداری مواردی از سوء استفاده آشکار شده که باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. به گزارش شور آنلاین نجفی گفت اواخر سال 95 شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی ناجا قراردادی را در خصوص تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به مبلغ 1 میلیارد تومان به امضا رسانده که شاید ارزش واقعی آن حتی 10 میلیون تومان هم نباشه. بعد ایشون نوشته که آقای قالیباف تمام خرج تبلیغات ریاست جمهوریشو از پولها و بودجه شهرداری پرداخته.
ایشون گفته که در این گزارش همچنین به استخدام‌های بی‌رویه از جمله حدود 13,000 نفر در شهرداری در چند ماه منتهی به انتخابات اشاره شده که به گفته نجفی باعث شده به ازای هر 100 پست 426 نفر در شهرداری استخدام شوند. یعنی 100 تا شغل هست 426 نفر رو اون شغل هم برای این کارا پیش نمیره. بعد نوشته تعداد بیشماری از ساختمان‌های شهرداری بدون مجوز میونه نزدیکان تقسیم شده. یک عضو شورای شهر تهران گفته که 20,000 میلیارد تومان در دوره شهرداری قالیباف گم شده. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس از تخلف 1,000 میلیارد تومانی در واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال خبر داده و اظهار داشته که این امر موجب شده 50-60% بازار آلومینیوم کشور در اختیار فقط یک خانواده قرار بگیره. بعدم نوشته تمام سندایی که امضا شده دولت همه این سندا رو امضا کرده و الان که این خانواده پولا رو خوردن دولت باید بپردازه. برای این همیهنان گرامی که این کسانی که در رأس این قدرت هستن همشون دوزن به هوای همدیگر رو دارن و مردم رو سرکوب میکنن. شما اسمی از اون کسانی که پول مردم رو که ودیعه گذاشته بودن خوردن پیدا کردید تا با اسم حتی یک نفرشون رو؟ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با حضور شماری از مقام‌های سیاسی و نظامی از جمله فرمانده نیروی دریایی ارتش تحولات اخیر درباره مذاکرات مربوط به تعیین رژیم جدید حقوقی دریای خزر را بررسی کرده است. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون به نقل از دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته ایران حاکمیت کامل بر سهم 20% خود را در دریای خزر طلب میکنند. اونا گفتن 8% بیشتر نمیدیم بهتون و تقریبا کار تمومه. کار تمومه. میریم چند تا آگهی میبینیم همیهنان گرامی، باز میگردیم و من گفتگو میکنم با دوست بسیار گرامی آقای حسین حجازی. خب همیهنان گرامی، من متاسفانه اشتباه کردم، آقای حجازی رو قطعش کردم. امیدوارم که دوباره تماس ما برقرار بشه. امیر فقط خط تو به من بگو. اجازه بدید. ها؟ آقای حجازی درود بر شما. درود بر دوست عزیزم. خب آقای حجازی، یکی دو هفته است ما نتونستیم با شما صحبت بکنیم در مورد وقایع امریکا، ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم آقای حجازی نازنین، من می‌خواستم راجع به این موضوع صحبت بکنم که آیا این سوال از شما، برای خیلی هم این سوال پیش اومده و منم واقعا دلم می‌خواد شما در اینجا با صراحتی که من میدونم شما همیشه داری پاسخ بده، و اون اینه که در مورد وقایع میهن ما، شما، من یادم زمانی که آقای اوباما بودن یکی از کسانی که انتقاد داشت به رفتار آقای اوباما در سال 88 شما بودید بدون تردید، و به همین دلیل هم من به صداقت شما در مورد این مسائل آگاهم. لطف دارید. اما سوال من اینه، آیا در مقام مقایسه بین آقای ترامپ و آقای اوباما در مورد وقایع ایران شما وزنه رو کدوم طرف سنگین تر میبینید؟ خب ببینید، در رابطه با این موضوع، در این که
آقای ترامپ از اول و حتی در دوران مبارزات انتخاباتیش به این برنامه برجام حمله میکرد و میگفت که اون رو پاره خواهد کرد و به دور خواهد ریخت و عملا البته این اتفاق نیفتاد، ولی دوباره ضرب الاجلی رو گذاشته که هر بار که این باید تایید بشه گفته این آخرین باریست که تاییدش میکنم، مگر اینکه تغییرات 3 یا 4 گانه ای رو که پیشنهاد کرده در این قرارداد یا در این موافقتنامه منظور بشه. منتها تحلیلگران معتقدن که به هیچ وجه این مطالبی که دیگری شروطی که آقای دونالد ترامپ گذاشتن عملی نیست و کشورهای اروپایی هم موافق نیستن، هرچند که همگان بر این عقیده هستند که جلوی اقدامات موشک پرانی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه در خاورمیانه باید گرفته بشه. این رو هیچ کس نمیتونه مخالف این موضوع صحبت بکنه، منتها بحث اینه که این دوتا موضوع به کلی از همدیگه جدا هستند و مسئله موافقتنامه هسته‌ای که بین کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران صورت گرفته و به صورت عملی در آمده و این واقعیت که علی‌رغم این که نه من و نه شما به هیچ وجه نه به اصطلاح دل خوشی از این رژیم داریم و نه این که میخوایم این حتی یک روز به حیاتش ادامه بده، ولی در این مورد با اون به اصطلاح میتونم بگم با جرأت درایتی رو که به خرج دادن یک سر سوزن از اون قراری که در این موافقتنامه منظور شده تخطی نکردن و این موضوع یه مقداری کار رو مشکل میکنه. فقط تنها ایرادی که الان گرفته میشه توسط آقای دونالد ترامپ اینه که این به صورت موقت 10 ساله است این تحریم ها، به اصطلاح برداشتن تحریم ها، و بعد از 10 سال ایران میتونه دوباره فعالیت های هسته ای خودش رو برای تولید بمب اتم شروع بکنه. به هر حال این که ما، یعنی اون چه که واقعیت و من همیشه فکر میکنم باید تو ذهن همه ما باشه به عنوان یک ایرانی، ما باید به نیروی خودمون متکی باشیم و نه به این که منتظر باشیم که آقای ترامپ یا آقای پوتین، دوستی از ایران آمده و پریشب اونجا بودیم میگفت شما نمیدونید آقای پوتین در ایران چه محبوبیتی داره، و وقتی پرسیدم تو چه طبقه ای گفتن تو تمام طبقات، و وقتی پرسیدم که منبع اطلاعات شما کجاست خب یه مقداری پای استدلال ایشون میلنگید. ولی منظورم اینه که تا روزی که ما منتظر باشیم که اونا، این اونا میتونه انگلیس باشه، اونا میتونه امریکا باشه، اونا میتونه روسیه باشه، که هیچ کدوم از اونا یا اینا دلشون برای ما نسوخته. الان به نظر من رشد فکری جوانای ما تو ایران، همین اتفاقی که اخیراً افتاده که واقعاً حیرت زده کرده همه رو، نشون میده که اینا میدونن چی میخوان و میفهمن که چه بلایی به سر مملکت آمده و میخوان جلوش رو بگیرن. عکس العملایی رو که توی فضای مجازی آدم میبینه حیرت انگیزه، ابتکاراتی رو که جوانا به کار میبرن. تا کی ما باید منتظر باشیم که اونا یا اینا بیان واسه ما کاری انجام بدن؟ تا روزی که این طور فکر بکنیم کلامون پس معرکه آقای فرجی است. خب آقای حجازی، ببین الان بحث بر سر اینه که وقتی که امریکا در مورد وقایع ایران پوزیشن میگیره به خودش، بله، و حرکت‌های مردم ایران رو تایید می‌کنه، این اثر می‌ذاره رو بسیاری از کشورهای دیگه. دقیقاً صحبتی است که بسیاری که از تحلیلگران می‌کنن. بله، می‌فهمم. و اونام وادار میشن که از این جنبش سراسری مردم مظلوم ایران دفاع بکنن. بله. در این مورد کاملاً کاری که ایشون کرده، با وجود که من با خیلی نظرات آقای ترامپ موافق نیستم، ولی در این مورد کاملاً معتقدم که پوزیسیونی که دولت فعلی آمریکا در مورد جنایات رژیم جمهوری اسلامی گرفت بسیار کارسازه در سطح جهانی. خب البته بهتون بگم نظر مخالفی هم در این مورد مطرح میشه، همون نظری که گفته شد که در زمان اوباما
به او تلقین کردند و اینطور قبولوندن که اگر امریکا جهت بگیره و بخواد با مردم باشه، اگر اونجا اتفاقی بیفته، اون منظوری رو که آخونده همیشه تو شیپور دمیدن تقویت میکنه که این یک بسیار دخالت خارجی و مخالف استقلال ایرانه، همون استقلالی که هرگز وجود نداره و نداشته و نداره. از یک چاله در آمدیم به چاه افتادیم. از دست اگر امریکا اونجا داشت میچاپید و میدزدید و سوء استفاده میکرد، روسا دارن طی چندین سال، ده ها سال اون مملکت رو چاپیدن و دارن الان دیگه راحت و آسوده بیشتر میچاپن. ولی تا این یه موضوعی است که واقعا قابل بحثه. آیا واقعا جهت گرفتن، کما این که اون پیشنهادی رو که شد توسط نماینده امریکا در سازمان ملل برای تشکیل شورای امنیت برای موضوع ایران رد شد و اونجا به جایی نرسید، چون سابقه نداشت که یک موضوع این چنینی رو به شورای امنیت رجوع بدن. میگم موضوع خیلی موضوع حساس و قابل بحثیه. کدوم گروه درست میگن، کدوم گروه واقعا حرفشون منطقیه و اساس و پایه‌ای داره، نمیشه قضاوت کرد تا موقعی که نتیجه معلوم بشه. باید منتظر باشیم ببینیم که آیا این جهتگیری امریکا واقعا میتونه همونطوری که گفتید با البته همونطوری که گفتید بعضی از کشورهای دیگه تأثیر کردن، ولی بعضی هم نکردن و رد کردن این موضوع رو و حتی انتقاد کردن. اینه که موضوع واقعا قابل بحثیه و باید منتظر باشیم ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی میفته. نبودن یک هدف مشخص در این تظاهراتی که پیش آمد و سراسری بود و حیرت انگیز، نبودن یک رهبر و بعد نمیدونم مدعیانی که از این سو از اون سو خواستن از آب گلالود ماهی بگیرن و شاید لطمه زدن، من نمیدونم، اینا یه چیزایی است که قابل بحثه و بیرو دروسی هم باید مطرح بشه. این چیزایی است که و امید اینه که از داخل ایران، از بین همین افرادی که تا الان واقعا منفور مردم بودن، یک باره یک شخصیتی بروز بکنه که بتونه این علم رو به دست بگیره و بیفته جلو و با یه هدف مشخصی مردم رو راهنمایی بکنه. می دیدم که آقای نوریزاد در یک جمعی که یک خانومی بدون حجاب اونجا فریاد می زد و اعتراض می کرد، چگونه داشت اونجا سعی می کرد که او رو به آرامش دعوت بکنه. و اینا چیزاییست که نوید بخشه، این چیزاییست که از اون داخل داره می جوشه و امیدواریم به یه نتیجهی برسه و بیشتر از این باعث از بین رفتن جوانای ما نشه، زندانی شدن مردم نباشه و این وضعیت ادامه پیدا نکنه. ببینید آقای حجازی نازنین، من حرف شما رو قبول دارم، ولی میخوام اینو بگم که در زمان سال 88 اگه یادتون باشه بسیاری از این تظاهر کنندگان فریاد میزدن آقای اوباما، یا با اونی یا با ما. ببینید این بار این جریان نبود و این پوزیشنی که حالا درست یا غلط، حالا تونست کاری بکنه یا نه از طرف آقای ترامپ، توانست عده زیادی در داخل ایران به این امیدوار بکنه که افکار عمومی جهان هم، یعنی دولت ها هم دیگه با اون دولت های گذشته فرق کردن. درسته. و الان میتونه یک این حرکت ها بازم در ایران ادامه پیدا کنه. من امروز در برنامه هم گفتم آقای اجازی و روی اینم مصر هستم که در شرایط فعلی همه آدما میتونن با حفظ عقاید ایدئولوژیک خودشون، بله، در یک مسئله با هم متحد باشن و اون مبارزه با رژیم جهل و نادانی و دزد و عقب افتاده جمهوری اسلامی. موضوعی که همه مدعی اون هستند ولی در عمل نیست، عمل فرق میکنه. فقط فرقش باید این باشه که کسانی میتونن در این مبارزه شرکت داشته باشن که به مردم سالاری و آزادی هایی که در به اصطلاح چیز بین المللی وجود داره اعتقاد داشته باشن، و یعنی هر کی چماق به دسته نمیتونه بیاد بگه فردا آقا بنده هم هستم بعد بیاد فردا چماق بگیره پیشون اون بالا بزنه تو سر مردم ایران. بله همینطوره. بله حالا ببخشید فرجی عزیز، اگه فرصت باشه من یه موضوع خواهش میکنم. ما فرصت نیرو 5 دقیقه است، بفرمایید. میخواستم مطرح کنم این جهل مذهبی
یک چیزی است که بین المللیه و وحشتناکه، دردناکه و هر جا که بوده جز تخریب، جز خشونت، جز شکنجه و مرگ چیزی به دنبال نداشته. روز یک شنبه گذشته در 115 کیلومتری شرق لس آنجلس، این شهری که من و شما توش زندگی میکنیم، یک خانواده ای رو رفتن به منزل یک زن و شوهر خوناشامی که 13 فرزندشون رو در این خونه زندانی کرده بودن، غذا بهشون نمیدادن، اون تک و توکشون که احیانا تخلفی توی ذهن دیوانه اینها داشت به زنجیر بسته بودن، به تختاشون زنجیر کرده بودن. فردی که مدیر مدرسه بوده، شوهر مهندس بوده و مذهبی به شدت به گفته پدر و مادر خودش، 13 بچه از 2 تا 29 سال توی این خونه زندانی بودند. یکی از این بچه ها 17 ساله، دختر 17 ساله میتونه از خونه فرار کنه، یک تلفن همراه پیدا میکنه، تلفن میزنه به شریف منطقه و گزارش میده و میره اونجا. افسر مربوط میگه که من وقتی که این بچه آمد و من گفت 17 سالشه تعجب کردم، برای اینکه جثه او، ظاهر او بیشتر از 10 سال نشون نمیداد، رنگ پریده، به شدت کثیف و متعفن. و وقتی که رفتیم به خونه اون، به این خونه و وارد خونه شده بودن مامورین، بوی تعفنی که اونجا بود و تاریکی اونجا اونها رو به وحشت انداخته بود. این بچه ها رو سال هاست اینا تو این شرایط نگه داشتن، باز به گفته والدین همین 2 دیوانه زنجیری جانی، اینها به خاطر اعتقادات مذهبیشون معتقد بودن که باید اعتقادات تند مذهبی و افراطی مذهبی باید تا اونجایی که میشه بچه تولید کرد و این بچه ها باید دیسیپلین داشته باشن و در خونه بهشون تعلیم و تربیت داده بشه، تعلیم و تربیتشون در خونه صورت بگیره. وقتی که وارد این خونه میشن میگن بچه ها تمام رنگ پریده، وضع بسیار بد و کثیف، و به مجرد دیدن مأمورین التماس و زجه که به ما آب و غذا برسونید. وقتی که این بچه ها رو بردن به یک بیمارستانی، مسئولین، نرس ها و دکترای بیمارستان به حال این بچه ها زار زدن و میگه این بچه ها مثل جانوران خوناشامی بودن که آدم تو افسانه ها میخونه قیافه هاشون رو. مسئله این که ما توی مملکت آزادی داریم زندگی میکنیم و فکر بکنیم که همه چی مرتب و منظمه، به هیچ وجه تصور درستی نیست. شاید کمتر جایی از دنیا به اندازه امریکا به زنا ظلم میشه. زنان کتک خورده، انجمنهای بزرگی هستن که از زنان کتک خورده حمایت میکنن، خانه هایی رو درست میکنن آدم های خیرخواه برای معمن و مسکن دادن به این زنان. سوابق تاریخی از سال 1970 که در کالیفرنیا چندین مورد شبیه همین مورد، همین چندی پیش هم یک مورد پیدا شد که یک مردی بچه هاش رو به زنجیر کشیده بوده، به دخترای خودش تجاوز میکرده. در اتریش موارد مختلف اتفاق افتاده، در سایر نقاط اروپا اتفاق افتاده. اینها یه مسائلی است که بیشتر به سلام منشأش همین اعتقادات احمقانه مذهبی است که عده‌ای بر اون عقاید هستن. و در یکی توی همین خبری که آمده راجب این بچه ها در یکی از رسانه های معتبر امریکا و اروپا گفته میشه که این بچه ها رو همین پدر بزرگ و مادر بزرگشون حکایت میکنن که آخرین بار که بچه ها رو دیده بودن، این بچه ها رو ردیف کرده بودن، برده بودن به دیزنیلند
لباسای یونیفرم همشکل تنشون کرده بودن، 3 پسرن و مثل اینکه 10 دختر، و به اینا گفته بودن با هیچ یه حق ندارید حرف بزنید، پدر جلو، مادر پشت صف اینا. برای چند لحظه اینا رو برده بودن دیزنیلند به نمایش گذاشته بودن، بعد برده بودن خونه. خیلی ممنون آقای اجازی عزیز، متاسفانه وقت من هم تموم شد. این خواستم بگم، اینم بله، این داستان سرچشمه میگیره از مذهب، از کسانی که بله، از تعصبات مذهبی. خیلی سپاسگزارم آقای اجازی، بشم بکنم، روزتون بخیر. خب همینان گرامی، با سپاس از امیر شهرتی و سپاس از شما که به این برنامه توجه کردین، تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.